بنام یاد خدا با عرض سلام خدمت شما عزیزای کمیل احزا برنامه هستین انشالا که خوب و سرحال باشین و, و تا پایان برنامه با ما همراه باشین من هم خوشحال هستم خدا را سپاس که باز هم جور و ساعت و سلامت هستم و نیم ساعت در خدمت شما عزیزا قرار دارم دوست عزیز میخواییم در این برنامه یک شیرینی بسیار خوب از جیلی با آب مالتا آماده کنم یک چیز بسیار خوبی است که شما همیشه ایرتوست دارین که در مفلای مهمانی یا یگان عروس ها را دعوت میکنین پایوازی بگوییم به اصطلاح عام خوش دارین که با فرینی تان آماده بکنین یا با شیرینی کسترد یا میوه دیگه که میخواین آماده کنین باید یاد داشته باشین و بفهمین پس بیاین تا پایین برنامه با ما همراه باشین با دقت کامل ببینین طرز تهیه ژلی با آب مالته آب کینو میتونین که ای را آماده بکنین دوست عزیز مواد لازمیش هست بسیار کم مواد است مالته چهار عدد دو عزیز یک مقدار آب هم استفاده میکنیم و جیلی که پودرکی استفاده می کنیم دوستا تم مالتر داره یک و نیم پاکت ناریال به خاطر پودر ناریال است به خاطر تزینش به مقدار لازم استفاده میکنیم کنیم ایل هم دوست عزیز هست یک قاشق چای خوری پودر ایل استفاده میکنیم سه قاشق هم دوستا استفاده میکنیم کنیم مواد بسیار کم ولی یک چیز بسیار خوب ما می که جیلی را دوست پس دوباره داخل پوست های مالتر جا که شما هم میتونین یک چیز نوآوری بسیار خوبی هست که در روزهای میمونی متعجب بسازین مهمان های خوده یا سلیقی خوده با نمود بسازین که شما دارای سلیقه های بسیار عالی و بالای هستین میتونین از پوستش هم به جای ظرف استفاده بکنین اصلا شاید برای بسیار کسا جای تمسخر واره یا جای بسیار یک چیز بسیار الهی معلوم شوه ولی نه میتونیم که دوستای عزیز از میوه که از آب میوه که استفاده بکنیم یا یک شیرینی آماده بکنیم میتونیم از پوست از او داخل پوستش جا بجا بسازیم وانمود بسازیم که همین شیرینی ما از همین میوه آماده شده و ویتامین هایشان میفهمین دوست هایزی که سرشار از ویتامین سی هست در قسمت ساخت ساز استخوان ها یا محکم بدن و محکم بندن استخوان ها شما رو بسیار کمک میکنه دوست هایزیز ویتامین سی هستک و ما همیشه گفتیم یگانه ویتامینی است که بدن نیاز کامل بهش داره اگر شما میخواین چری شاداب و جذاب و مقبول و صاف داشته باشید پس همیشه از آب مالتا از آب کینو نارنج لیمو آنچه که مزید ترش داره سرشار از ویتامین سی است استفاده بکنین تا همیشه صحتمند بمانید و اجزایی که میخواین وزن خود کم بکنن اونا زیادتر استفاده بکنن به شکل جوستش استفاده بکنن به شکل خودش هم تو فرش یا تازه نوش جان بکنن بهتر است و انشالله که به جای نان یا به جای غذا یا به جای آنچه که سقیل است از طرف شب یا عزم دیر داره شما میتونین از مالته استفاده بکنین خب حجزای دل یک ظرف یا یک دیگره در نظر گرفته میره هم بالای حرارت میمونیم حرارت شما روشن میکنیم در ابتدا دوستا بوره را اضافه میکنیم ببینید دقیق چیز بسیار جالب است دوستا ما بوره را اضافه کردیم داخل دیگ خب اجازه میتیم بوره یک اندازه آب شوه ولی نمی نسوزه و یا رنگ قوایی را به خود نگیره فقط یک اندازه آب شوه و با مو آب شدنش دوستا رنگ اصلی کمرنگ به خود باید داشته باشه همین که بوره اما رنگ به خود میگیره مزی خود تغییر میده یعنی مزی خود بسیار خوب میسازه و در پلو مزه یک یک خاص میده که بسیار خوشایند است خصوصا در شیرینی باب در شیرینی کرمبل یا کیکایی که میوه‌ای هست یا فروت کیک استفاده میشه به این شکل که انشالا در برنامه های آینده ما کرمبل هم آماده میکنم شما باز خود دیدین که با شکل ما از بوره هم استفاده میکنیم و همچنان میخوایم که باز یک کیک از پیناپیل یا اناناس آماده بکنیم که انشالله در او کیک هم از این بوره به میشکل دو سایزی استفاده میشه یعنی بوره به شکل قوایی باید آماده شوه و یعنی مایه شوه و بعدن رنگ خود تغییر بده رنگ قوی بعد از اون باز میتونیم که ببینیم که به شکل باز ما استفاده میکنیم بله در شیرینی امروز هم دو سایزی است به میشکل استفاده میشه بوره را در ابتدا اضافه کردیم و چهار عدد مالتر که شما میبینین ما آب زیر دو سایزی میگیریم یک ظرف را آورده اینجا و همچنان یک شیر صافک را که ما میخواییم مکمل آبش باید تصفیه شود خستایش داخلش نره کاملا و به این شکل میتونیم که ما آبش تصفیه کرده و آبش را میگیریم فراموش نکنید که یک مقدار آب هم دوست عزیز استفاده میکنیم زمانی که بوره رنگ خود کاملا کمی تغییر میته ما در ابتدا از آب استفاده میکنیم یک اندازه آب اضافه می‌کنیم. خب از ناریال برای تزیین روش دوست استفاده میکنیم و شاید پیش شما سوال خلق خواهش شد که یکی از آب مالته استفاده میکنی جیلی چرا رنگ مالته ای را داره معلوم نمیشه به خاطر از اینکه آب مالته یا جوس مالته که استفاده میکنیم باید از ژلی مالت استفاده کنیم که تم هر دوش باید یک تم باشه نمیشه که ما از ژلی کیله استفاده بکنیم یا ژلی لیمو استفاده بکنیم و یا ژلی توت زمینی استفاده بکنیم نه خیر فقط هر میوه ای که آبش را میگیرین میخواین استفاده بکنین از همون میتونین که ژلیش هم استفاده بکنین خب بوره هم دوست عزیز ببینین که دولت آب شدن است و زود به می شکل دوست عزیز ما ایره خوب شور داده میریم که کاملا باید یکسان آب شوه بله و این شکل دوستا ببینین آیسته آب میشه و ما هم آب اینجا پیش دست خود داریم دوستا بعدا آب اضافه میکنیم خب دوست عزیز ما تا که آب مالتر هم میکشم یعنی جوسش کاملا میکشیم و پوست هم خالی میکنم و بوره هم دوست عزیز آیستا آیستا رنگ خود تغییر میته چه خوب است که وقفه با هم ببینیم و پس از وقفه ما را همراه باشین و دوباره برمیگردیم طرز تهیه جیلی با آب مالته مالته چهار عدد جیلی یک و نیم پاکت بوره سه قاشق پودر هیل یک قاشق پودر ناریال برای تزیین و مقدار لازم بازم خوش آمدین حجزای دل آب مالتر هم دوستای عزیز ما کشیدیم و از چالک صاف کردیم و ناگفته نمانه که پوست شکل گفتیم دوستای عزیز به این شکل خالی کردیم کاملا خالی است و مغزش مکمل بعد از اینکه جوز آبشه شا گرفتیم یعنی همو چیزایی که اصلا کار آمد نیست دیگه مکمل دوستای عزیز کشیدیم میشه و بین سینورا را پس دوباره جیلیا را جا, با جا می و, و یک چیز بسیار خوب می آید عزیز شما می که از آماده کنین در پالوی فرینی خود و یا در بین فرینی با می پوست مالتا جا با جا بسازین خب آب که دوست عزیز بوره اضافه کردیم ببینین رنگ بسیار خوب را گرفته رنگ حسلی بسیار کم رنگ را. و بوره باید به شکل که رنگ آب تغییر میکنه ببینین به میشکل شکل باید بوره هم یعنی و زمانی که آب شد زیاد نمیخوایم که سرخ شوه. و به این شکل اگر شد باز مزرم نیست تمش هم بسیار خوبتر است اگر از این از زیادتر سرخ شده باز دیگه یک کمی مزرمیات خودمی داشته باشد دوست عزیز دیگه فقط کوشش کنید که زیاد سرخ نشه خب آب مالتر دوست اضافه می بله آب مالتر رو هم اضافه کردیم خب یک اندازه آب می که ظرف هم آب کش بکنیم تا باقی مانده اگر جوس مالته هم مانده باشه با سوره هم باید اضافه بکنیم خب حیله به خاطر خوشبویش اضافه میکنیم شما میتونین از دوستا از وانیلا هم استفاده بکنین ولی خوبتر از به خاطر از ای که تعم و بوی مالته بسیار شکل بسیار یک مزی خاص داره و شما میتونین از ایل استفاده بکنین و در پولیش باید یادآور شوم که اگر دوستارین دوستا میتونین پوست ملتا را هم رنده بکنین به سفیدی داخل که اصلا اصلاش تماس نکنه به خاطر از اینکه مزه تلخ را داره داخلش همین های سفید را که شما میبینین ولی پوست بیرونش یک مزه بسیار خوب داره که شما میتونین با غذاهای انواع غذاها دوست عزیز استفاده بکنین خصوصا قرمه مرغ که استفاده میکنین با پوست لیمو یا پوست مالتا تمیز بسیار خوب را برای غذایتان میده خب ایله هم اضافه کردیم و و می خواهیم که حال ما پودر ژیلی را اضافه بکنیم دوستا تا آیستا آیستا هم رنگ بسیار خوب را بگیره دوستا عزیز و در پالوی رنگش آیستا آیستا خود حل بسازم خب زمانی که پودر ژلی را اضافه میکنید دوستا اجازه بتیم که آیستا آیستا جوش بخوره و هر قدری که جوش بخوره یعنی زیاد نیه که کاملا برای پنج دقیقه یا ده دقیقه اضافه بانی نشه فقط برای دو سی که بعد از اینکه جوش آمد دو سی دیگه هم بگذارین تا جوش بخوره یکم که آب خوده غلیستر بسازه جلی با مو اندازه دو سه عزیز خدا بسته میکنه و یه هم جلی را که ما اضافه کردیم به مدت چند دقیقه دو سه عزیز میگذاریم شد تا کاملا خدا آب خدا بسته بکنه و آیستا ایستا جوش خورده بره خب ایله که روی جیلی دیده میشه دوست عزیز فرق کنه یعنی بخاطر که ایل است ما شما میتونیم از هیل استفاده کنیم یعنی به شکل که داخل چای اضافه میکنیم داخل کیک کلچه و یا هم شیرینی های دیگه که اضافه میکنیم و شکل پودر ما و شما او را نوش جان میکنیم ولی داخل از هم دوست سازی است که اگر دیده میشه فرق نمیکنه شما میتونین که از نوش جان به خاطر چیزی که قابل استفاده است یعنی قابل خوردن است ال و یک چیز دیگه یادآور شوم که شاید بر شما دوست عزیز سوال خلق شد که آیا مغز با پسته یا خسته یا بادام استفاده کرده میتونیم؟ بله فقط یک بدون چهار مغز شما میتونین بادام پست بکنین به شکل خلال یا خرد خرد بسازین اضافه بکنین که کمی باید دیده شوه و همچنان پسته را پست کنین خاطر که رنگ سبز را میگیره بعد از پست کردن شما میتونین که داخل شیلی استفاده بکنین و و داخلش دیده شوه هم شکل بسیار خوب را میگیره هم تم و خوب را برای جیلی شما میده. خب دوست عزیز آه دیگه آیسا جلی جیلی هم دوستا نزدیک جوش هستک یعنی که دیگه آیسا جوش آمده میره دوست عزیز و ما هم میمانی میشه که جوش خورده بره ولی متوجه باشین که سر نرست پیشتان آه خب یک اندازه قفه که رویش هست دوستا ایره دور میکنیم آیسا بله به این شکل کفایی که رویش ایجاد میشه روی جیلی دوسا اینا را دور بسازین خاطر از ای که ببینین بسار بد مالا میشه دوسا به می اندازه دیگه فایت میکنه خب حرارت هم دوست عزیز بسیار کم می سازیم و شوه خب آیست آیست دوستا ما هم جیلی را جا به جا می سازیم داخل خب حیزای دل به می شکل ما جیلی را شما دیدین داخل پست مالته جابجا جا میکنیم تا زمان همگیش جابجا کنیم و میگذاریم کم سر شود دوست عزیز وقتی کوتاه، و در ادامه برنامه هم همراه شما را خواهان هستیم دوباره برمیگردیم طرز تهیه ژیلی با آب مالته مالته چهار عدد ژیلی یک و نیم پاکت بوره سه قاشق پودر هیل یک قاشق پودر ناریال برای تزیین و مقدار لازم خب تشکری میکنم از همراهیتان حجزای دل خدا کنه که جیلی با آب مالتر که امروز آماده کردم مورد پسند شما اجزا باشه ببینین رنگ بسیار مقبول و خوب را گرفته دوست عزیز و جیلی هم خود سخت کرده با قیمانده اضافه داخل بشقاب انداختم و جیلی هایی که مالتر خالی کرده بودم بینش بعد از گرفتن جوسش جوسا شکل بسیار خوب را گرفته و من هم یک ذره ناریال به خاطر تزیینش روش به شکل دوست عزیز پاش میتیم بله میتونین از پسته استفاده بکنین دوست عزیز از بادام استفاده بکنین هر میوه که خوش دارین دوست عزیز شما میتونین که تعزین بکنین و یا همچنان دوستا میتونین از هنار تازه که سیزنش هست و با وقتش هست شما میتونین که تزین بکنین و لذت ببرین خب ما هم دوستا با این شکل خب کار ما هم تمام شد دوستا دستکش ها را میکشیم و بسیار ساده است آماده کردنش امید است که شما را هم دوستا خوشتان آماده باشه و باید یاد باشم دوستا که زمانی که شما فرینی آماده می کردین اگر خواستین جیلیش آماده کنین از آب میوه استفاده بکنین تم مازیش بسیار تفاوت داره نسبت به ای که جیلی را خالص یا تنها آماده بکنین و گفتیم که فرینیر زمانی که روی بشقاب میکشین جیلی تانه با میشکل دو ساعت روی مالته تازین بکنین و داخل میتونین یک غوری فرینی سی عدد شا. یک شده وسط یک شده ای طرف یک, طرف، یک شام طرفش بگذارین شا. خب به نظر من خوب شکل بسیار خوب را گرفته مرا خوشم آمد دیگه نمیفهم شما را چطور خوشتان آمد یا نه خب بله عالی از دوست عزیز شما هم آماده کنید مطمئن استم خوشتان می خب چند پیام هم داریم یک دو پیام از دو های ماست که پیام گذاشتن سوسن جان است 500 فامیلی ضمن سلام خواهش شیرینی لدو را از ما کردن که انشالله به می زودیا آماده میکنم و همچنان فضل جان حکیمی از کوتل خیرخانه بسیار تشکری کردن از برنامه و گفته همیشه غذاهای خوب آماده میکنین و همچنان خواهش چکن برگر از ما کردن که در برنامه آماده کنیم حتما انشالله در یکی از برنامه ها متفاوتتر از چکن برگر هایی که تا حال آماده کردیم شما دیدین دوستا انشالله آماده خاطر کردم و شما عزیزایی که خوش دارین آن چه غذایی را که دوست دارین دوست عزیز و معلومات ندارین دبارش و یا چنان را بلد نیستین میتونید دوست عزیز مسج بگذارین به فیسبوک و برنامه و یا همچنان به شماره تیفون 077 59 59 59 تماس بگیرین ما در خدمت شما عزیزا هستیم و در برنامه بر شما معرفی بگیریم و همه خواهیم یک بار دیگه هم دوست عزیز کوتا مرور کنم طرز تکیه جیلی با آب مالتره که چهار عدد آب مالته بود دوستا عزیز و همچنان یکونی پاکت ژیلی جیلی مالته استفاده کردیم سی قاشق هم از بوره و بر تزینش از پودر ناریال استفاده کردیم و همچنان یک قاشق چای خوری پودر هل استفاده کردیم که در ابتدا سی قاشق بوره را داخل یک دیک اضافه کرده و داخل روی عرارت ماندیم تا بوره کم آب شود و بسیار کم دو دوسار رنگ حسلی کم روشنه به خود داشته باشد. زمانی که بوره آب شد شما آب کمی اضافه بکنید آب که اضافه کردین بگذارین تا آب آی آیسایش تا جوش بخوره و امی بوری که خدا اول در ابتدا قاق میکنه پس دوباره حل شوه یعنی داخل آب بعد از او آب چهار عدد مالتر بکشین و آب مالتر اضافه بکنین دوستای عزیز بعد از او باز شما پودر جیلیر اضافه بکنین پودر هیل اضافه بکنین و در حرارت بسیار کم آی آیسایش تا بگذارین تا که جیلی کاملا حل شود یعنی زمانی که جوش خورده بره با جیلی هم پودرش حل شده میره و همچنان خود غلیستر می سازه. خب زمانی که غلیستر شد شما از هر میوه که آبشه، از آبش استفاده میکنین دوستا ببینید که اگر گنجایش داشت که داخل از او پس دوباره جیلی را تزین بکنین شما میتونین که تزینش بکنین که مثل که ما در خود مالتا دوستا عزیز مالتا را مغزش بعد از گرفتن جوسش کاملا خالی کردیم و پس جیلیا ما اضافه کردیم داخل از و یک شکل بسیار خوب را گرفته دوست عزیز ببینید که بسیار خوب مالو میشه و شما میتونید که در هر فرینی که آماده کردین یا کستر آماده کردین دوستای عزیز شما میتونین که از این شجان بکنین و یک چیز باید یاد آور که خود از ایجلی هم تنها میتونین که جان بکنین چرا که آب مالته داره تعم مالتر را دوست عزیز داره و هم ازش بسیار عالی است قسمی که شما جوس مالتر را میخورین نوشیجان میکنین به مو شکل هم مزه مالتر داره و تنها هم شما میتونین که ایره بخورین خب جا داره که تشکری بکنم از همکارای بسیار خوبم دوست های عزیز که در قسمت تهیه برنامه ما رو همکاری میکنند و همچنان از شما عزیزایی که بیننده بوده این تشکری میکنم زنده و سلامت باشین خانه تان آباد باشه تا دیدار بعد که باز هم در خدمت قرار میگیریم دوست های عزیز خداوند یارو یاورتون